خواهرم یه بچه داشته که بچه داشت این اسمش عطا بود. من بعد 3 سالش بود. این 3 سالش که شد، 2 سال 3 سالش که شد، یکی از چشماش گفتن این ضعیف شد و به تابت ما به 3 ساله رو بردن رو پشت بون، از پشت بون افتاد پایین. هر کاری کردم به تر بهتر نشد، به تر گذاشتم رو کولم و بردمش بر من برای دکتر. خلاصه بعد از اینکه خیلی دکتر رو دوا و فلان اینا گفتن این چشمش شبکیش داره نابینا میشه. ما یک بار اینو میبردن تهران و خیلی با سختی و صدمه اینا این چشمش رو میدیدن اینا. تا اینکه به کلی نابینا شد چشمش یه دونش و اینا خیلی نظم نیاز گریه زاری بردنش کربلا و اونجا اسمش رو عوض کردن گذاشتن حسین. بلا فاصل بردمش بیمه، حد که بردمش بیمه و تا رفتن سرش آزمایش کردن و عکس برداری کردن تو عکس برداریش نمیشته بود که این دیگه فایده نداره، خط قرمز بالا سرش زده بود، خط قرمز که بالا سرش زدن گفتن این دیگه تمام، گفتن حالا تا زور بالا سرش بیشی تا ببینیم چطور. همین امسال که روزه بود منزل مادر بزرگم، من گفتم که رفتم بیرون توی بازار دیدم از یه چیزایی مال سر میبندن از نامی فروشن، گفتم یه دون نشو برای این بگیرم، علی اصغر نوشته بود. همه چرا بلند کرد گفتن برش داری بیا بالا لباسش عوض کن، لباس رفتم همچنی بس مرده به چرا لباسش عوض کردم ورش داشتم رفتم تو رخت بخوابونمش. همه که تو سالون میبردمش گفتن یا علی ابن موسی رضا این زواری خود دست اگه بچه خوبی میشه برای من سالمه این بچه رو به من برگردون، اما اگه خوب نیمشه هر جوری خدای خودت میدونی. همچه که بچه رو دست هم بود داشتم میبردم گذاشتمش رو تخت گذاشتم تا گفتم یا علی ابن موسی رضا خودت میدونی، اما بچه رو انداختم تا بچه یه بلند شد و به ناکت گریه کرد. بعد فردا که اومد گفتش که خاله اینو من بستم دیشب بسته بسن، من خواب دیدم دیشب، خواب دیدم چشمم صبح که پاشدم دیدم چشمم میبینه. بعد یه دفعه اینا مامانش اینا اومدن همه دیگه گفتن که فهمیدی که یه معجزه اتفاق افتاد اینا این چشمش داره میگه دارم میبینم. 7 روزم مریض خونه خوابوندمش تا بهش خوب شد و گفت مثل گل آوردمش بهم قشنگ چندین سال بچه خوبی بود، نمازی بود، خداشناس بود. چند روز بعد بردن دکتر گفتن یه معجزه خیلی عجیبی رخ داده و این شبکه داره یواش یواش خودشو میسازه و داره بینا میشه دیگه، قشنگ چشمش الان میبینه. بعد تا اون بچه ام 14 سالش بود خدا میدونه چی کار میکرد، همه که امام رضا شفاش داد و میگفت من میخوام برم جبهه، پدرش قبول نمیکرد که این بره جبهه، باباش نمیذاش. تا یه روز 19 سالش 19 سالش که شد 5 سال با باباش مبارزه کرد، گفت من حالا میخوام برم اردو با بتا محل، گفت خب اردو رو میخوای بری برو اما جپه نرو دیگه، این بچه بمونه اردو رفت رفت 3 دفعه رفت و امید و بعدم باری سومم شهید شد. اجلت و عظمت مصیبت و جهف السماوات الا جمیع اهل السماوات ولعن الله امتا اسست اساس الظلم اتجاو علیکم اهل البیت ولعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم وعزالتكم ان مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله امه اجلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم مرات على الله ما يريكم منهم فمن الشر